گفتم وقتی امام در دوفلو شاتو بود گاهی پای صحبتش فرانسوی ها مدن میشدستن و یک کسی گفته بود تو چیزی میفهمی که میایی چه میشینی؟ گفت والا من این حسش حس خوبیه و این عرض کنم که برای من خیلی عالیست. یکی از دوستان ما این رو تبدیل کرد به یه قصه، نوشت که بله یه داستان یه چاپم شده، نوشت که یک خانواده فرانسوی بودن و یه بچه 15-16 ساله‌ای داشتن و این بچه مریض میشه و دکتر و دوا و درمان و این نمیشه و بعد یک روز اینا برمیدارن میبرن عرض کنم که پیش امام و این شفا میگیره. ایشون گفت من این داستان رو نوشتم و چاپ شد. مدتی بعد خبر دادن که توی مجله مؤسسه نشریات امام این رو به عنوان یه واقعه تاریخی که اتفاق افتاده توی پاریس نوشت. گفت حالا گفتیم آقا نه این نبوده، حالا ما ساختیم اینو، خودمون که زنده ایم داستان رو ساختیم. گفت مدتی بعد یک کسی بر اساس یه فیلمنامه نوشته بود، بعد بابا تماس گرفت آقا میگن شما این رو به هر حال باید نظارت بکنید. گفتش گفتم آقا بیا اینجا که من ببینم تو چی نوشتی. گفت حس کرد که مثلا ممکنه حالا ما از دستش بقاپیم این فیلمنامه رو که جای بریم خودمون بسازیم. گفت نه آقا این اصلا یه اتفاق بوده افتاده، من چه کار به شما دارم، چه ربطی به شما دارین، این اصلا منبع داره، فلان کتابم هست و این ماجرا هم رخ داده. و گفت الان من موندم که چه کارش کنم اینو، نه با هیچ زبونی نمیشه. و افراد گفت انیمیشنش هم ساخته شده فکر میکنم، یک کسی گفت من دیدم این رو. ببینید شما تو زمان ما یک آدمای یه قصه‌ای می‌سازن، تیپ کار به اصطلاح عاطفی اینجوریه.